فلانی که شاگرد توه مردم چی میگن، کنجکاوش میکنه. اکثر آدم ها خیلی مشتاق میشن، میگن چی میگن. یه قصه یه جور دیگه هم شنیدم، میدونی فلانی درباره تو چی میگه؟ خیلی ها کنجکاو میشن بفهمن یه کسی درباره خودشون چی میگه. فلانی میگه آها چی میگه، اما صحباتی رو نمیپرسه. بگه صبر کن، قبل از اینکه بگی که اون چی درباره میگه، به من این سوالات رو جواب بده. آیا مطمئنی که اون چیزی که درباره میگه حقیقت داره؟ طرف فرق میکنه میگه نه، صد درصد مطمئن نیستم. میگه آیا این چیزی که میخوای بگی خبر خوبیه؟ منو خوشحال میکنه؟ میگه نه، خبر خوبی نیست، خوشحال نمیشه. میگه آیا سودمنده؟ به درد من میخوره؟ نه، خیلی فایده نداره مثلا. میگه پس چه میخوایی من بگی؟ ولی چی میخوایی بگی؟ هدف چی هست که بزنه این موضوع؟ وقتی نه سودی داره، نه خوشحال هم میکنه، نه معلوم نیست که چند درصد حقیقتش باشه، چه اصلا باید مطرح بشه؟ خب، من این رو میخواستم تو کلاس تجسم هم باید مطرح کنم که بگم قصد من توی این کلاس چیه؟ توی کلاس تجسم، حالا هفته بعد باید اونا میگم که قصد من چیه؟ بگم قصد من تو کلاس تی ای از اینکه داستان چیه؟ چرا یه اونا میگم؟ وارد بازی نشه، یک فرق وارد بازی نشه. در واقع شنونده یک موضوعی که تحریک کننده است به قلاب یک بازی یک اطلاعات هیجان آور کودکانه نرفته، بنابراین با بالغش ارزیابی میکنه که اصلا این گفتگو رو شروع بکنه یا نکنه. مستشه شدیم و این خیلی بالغ رو شیافته میکنه، یعنی باورهای درست سکه. چون ببینید بالغ نتیجه داشتن باورهای سالمه که اونجا تصمیم میگیره کنجکاوی بیش از حد نشون بده یا ترمز رو بگیره بگه نه نمیخوام بشنم. چند بار تا شده کسی بیاد به شما بگه یه نفر داشت راجع به تو یه چیزی میگفت، بشنم شما گفتید نه. خب اگه میخواستی نگه چرا گفتی پس چه میکرد؟ بگو من نه، من حتی باید چند درصد اوقات شده خیلی زیاد کن. خیلی کم آدم هایی که همونجا بگم که واقعا منش کن، اصلا همین استادش هم خوندم، اصلا کجا بستن بزنم. این اوج قدرت شنونده است که مدیریت رابطه به گفتگو رو داره به دست میگیره. زایی شده حالا توی کلاس تی ای ما با واژه های استفاده میکنیم که واژه های ادیکتر و کلمه استزد نفس رو به کار نبرده. او چی میگه؟ او میگه بالغ هوشیافته کودک طبیعی ساده، یعنی کودک آزرده نداره. حس آزردگی کودک شدیده تو قلاب های زیادی گیر میکنه و آسیب میبینه و فکر میکنه طرف مقابل داره ناراحتش میکنه، در صورتی که آزردگی های کودک درونشه که اینجا فقط داره بیرون میاد و خودش رو نشون میده. یه بخشی من برای من چندین بار این اتفاق برام افتاده که مثلا بگه بعد اون لحظه گفتم من نمیخواد بگیم، ولی واقعا بعدا که تا ده روز گرفتارش هیچی دیگه هیچی دیگه اگه در جمعه سفر خیلی میکنه آره ذهن خانی میکنه و بگه که شاید این رو گذشتاد این رو گذشتاد این رو گذشتاد رو بهتر رو میپرسیدی. این بسنده که بالا رو بشینه به خودت بگی که مثلا این آدم قصدش چی از گفتنه این رو دارم. من به شما نمونه کار دادم مثلا مثل صحبت جمعه رو تو باته اگه کسی گفت بگو مطمئنی که او مثلا حقیقت داشتی میگفت راجع به من. به این مثال میزنم مثلا ممکن خواهر تو از تو دل پایی داره راحت هم نیست باید که بیاد یه انتقاد رو بهت بگه، دوست داره اینو از زبان کسی دیگه بگه، بگه راستی فلانی نشسته بود میخواد مثلا داشت راجبه تو میگفت نگه داره حرفشو. ببینید اون چیزی که او میگفت درباره من تو مطمئنی درباره من صدا
نامه ما ترسیم این که سامنه با جوابشو میدادیم با دشون گفتیم تو نمیست تو شده با میکنیم ولی وقتی تو میخوای به من بگی یعنی میخوای حرف دل خودت رو هم بزنیم بیشتر اوقات نقرابالای نه کسی که میاد بگه فلانی گفتی تو خیلی جنفی در اون دوست داشته خودش هم رو بگه منطقه خودش داشته خود بده میشه از زمان یکی دیگه نقل میکنه این رو داشته باشه و سوالات سقراط رو بگو سوالات این سوالات بالغانه است این سوال این نکته که میخوای بگی سودمنده نه در این طرف بگه آره سودمنده تو میفهمی خب پس او هم گوینده هم در من اشکال دیگه میگیره پس مفیده سودمنده من خوشحال میکنه نه خوشحال نمیکنه ولی حتی اگه یه دونه از این رو درسته اشکالی نداره بشنه حالا بهش کیو بگو چون تو میگی ممکنه حقیقت داشته باشه و ممکنه سود داشته باشه من از اون جمله چیزی یاد بگیرم لطفا اسم اون آدم رو دیگه نیاور از طرف خودت بگو چون تو با حرفای او موافقی پس انگار حرف او حرف خودته اسم اون نیار که من وقتی با او مواجه شدم احساس بدی پیدا کنم به چرا گوش سلام حرف زده ای رابطه بد بشه بگو که خود نظر خودم